أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. یکی از مهمترین مباحثی که در معارف الهی مطرح است شناسایی هویت و حقیقت انسان است. نکته رو در این زمینه خدمتتون عرض کنم که به نظر بسیاری از عالمان و اهل معرفت طی مراتب کمال و رسیدن به اعلی درجه هویت و حقیقت هستی و قرب خدای متعال متوقف است بر شناسایی هویت و حقیقت انسان. انسان شناسی اولین گام و شاید بتوان گفت آخرین قدم هم همان انسان شناسی است. در میان راه‌های متعددی که وجود داره یا راه‌های متعددی رو که ارائه کردن عنوان نمونه، برخی گفتن اول انسان باید خدا رو بشناسه و به توحید دست پیدا کنه، بعد به عالم کثرت و نبوت و بالاخره به معاد دست پیدا کنه. برخی دیگر گفتن که انسان باید که معارف الهی رو بشناسه، انبیا رو، اولیا رو بشناسه، این مقدمه است، و پس از آن خدا رو بشناسه و در آخر قیامت. یکی از راه ها که شاید مطمئن ترین راه و در این حال سهل الوصول ترین راه هم هست اینه که انسان هویت و حقیقت خودش رو بشناسه. اگر هویت و حقیقت انسان شناخته بشود، هم توحید شناخته می شود، هم معاد، هم نبوت، هم امامت و هم ولایت. سرش این است که وجود انسان و هویت و حقیقت، بلکه نفس انسان، جامع همه کمالات و صفات جمال و جلال و خدای متعال است. به تعبیر دیگر شناسایی خلیفت الله در زمین اولین گام است. البته کسی خلافت و خلیفه را بشناسد آخرین گام را هم برداشته است. بر این اساس گویی بر این اساس اصول کافی تبویب شده است و فصلهای مختلف و ابواب مختلف آن تدوین شده است. چون اولین بحثی رو که در این زمینه مطرح کردن عبارت است از کتاب عقل و جهل. کتاب عقل و جهل بخش قابل توجهیش که جنبه عقل و یا بخش عقل آن هست، یعنی انسان شناسی. اگر کسی عقل را آنگونه که هست که هویت آدمی را تشکیل میدهد اگر بشناسد، اولا همه مراتب وجودی انسان را شناخته است، ثانیا خلافت الهی و خلیفت الله در زمین را شناخته است، ثالثا ولایت را شناخته است، چون ولایت از لوازم یا از ظهورات و تجلیات نفس هست، و بالاخره در پایان هم توحید را شناخته است. و معاد هم چیزی جز مراتب میان نفس و ولایت نیست، یا بالاخره یکی از لوازم این مراتب سگانه قبلی است. به همین سبب هست که در اصول کافی، البته من حرف میزنم که به این سبب باشه، شاید به نظر اونها از جهت دیگری این اهمیت داشته که کتاب عقل و جهل رو آغاز این کتاب قرار دادن و مهمترین روایات مربوطی به این زمین رو اول آوردن و از توحید شروع نکردن، از ولایت شروع نکردن، از جای دیگه شروع نکردن. گمان من اینه که خواسته و ناخواسته بهترین شیوه و بهترین روش برای تبیین معارف الهی را انتخاب کردن و در اختیار اهلش قرار دادن. بحث کتاب عقل و جهل، ابتدای توضیح درباره عقل و جهل خدمتتون عرض کنم که عقل و جهل به معنی علم و جهل نیست، به خاطر اینکه اولا علم اعم است از حضوری و حصولی، این یکی. دوم اینکه علم کمالی از کمالات انسان هست، یعنی انسان چندین و چند کمال، بلکه ده ها کمال، با توجه به اینکه خلیفه خدا در زمین هست، کمالات نامتناهی داره. یکیش علمه، یکیش قدرته، یکی سمع و بصر، اختیار و اراده است، و همینطور بقیه موارد به مانند حیات و قدرت و صفات دیگر.
اما وقتی که عقل که به عنوان اولین و مهمترین موضوع مطرح شد، عقل یعنی تمام هویت انسان، تمام حقیقت انسان. وقتی عقل گفته میشه، علم از لوازم اون هست یا از ملازمات اون هست، قدرت همچنین، حیات همچنین، سمع و بصر و هزار یک صفت دیگری که در دعای جوشن کبیر آمده است، به نحو بل اصاله برای خدای متعال یا به نحو حقیقی برای خدای متعال اثبات شده است، به نحو بتبع و به نحو زلی برای انسان و صاحب نفس محترم یا صاحب ولایت اثبات شده است. تمام این صفات در عقل وجود دارد. به تعبیر دیگر تمام این صفات از لوازم یا ملازمات عقل هست. عقل که باشد، علم هست، قدرت هست، حیات هست و همینطور بقیه موارد به نحو تلازم، بلکه به نحو تصاوق. حالا اونو نمیخوام اینجا شرح بدم که مفصل هست و در جای دیگر هم گفته شده است. پس اولا میان علم و جهل با عقل و جهل تفاوت دارد. همچنین وقتی جهل در مقابل عقل باشه، با جهلی که در مقابل علم، اونم تفاوت دارد. جهل در مقابل علم یعنی نادانی، یعنی ندانستن. چنان که انسان در آغاز زندگی بر حسب هم ظواهر دینی مانند آیات و روایات، هم نظرات عالمان و متفکران و فیلسوفان، در آغاز اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدانند، بنابراین متصف به جهل به معنای عدم علم یعنی نادانی هست، اما متصف به جهل به معنای عدم عقل نیست. ضمن این که انسان در آغاز حیات دنیوی خودش دارای عقل است، اما در این حال علم ندارد. یعنی حالا از این اقسام علمی که گفته می شود، حالا چه علم حصولی باشد، حضوری باشد و مانند اونها ندارد. پس عقل به معنای علم نیست، چنان که جهل هم به معنای نادانی و عدم العلم نیست. عقل به معنای فهم است، به معنای معرفت است، به معنای توان ادراک، توان مشاهده، توان یافتن و احضار کردن و حاضر شدن موجودات نزد خود و خود نزد موجودات است. این به معنی عقله. وقت نقطه مقابلش هم که جهله، یعنی فقدان معرفت، فقدان فهم. کتاب فهم و نافهمی است، کتاب عقل و بی عقلی است، کتاب معرفت و بی معرفتی است، نه کتاب دانایی و نادانی یا کتاب دانستن و ندانستن و مانند آن. این یک نکته. نکته دیگری هم که خدمتتون اضافه کنم اینه که گاهی گفته می شود که عقل دارای اقسامی است و انواعی است، مانند عقل نظری، عقل عملی. خودش عقل نظری رو گفتن مراتبی دارد، مانند عقل حیولانی یا بالقوه، بعد بالفعل، بعد بالملکه، بالفعل، بالمستفاد، مثلا عقل فعال و مانند اینا رو تعبیر کردن. گاهی هم گفتن که نه، این یه نوع قسمه که فقط درک میکند، یه قسم دیگری هم هست که انسان رو وادار به کار میکنه که بهش گفتن عقل عملی، اونم باز حوزه‌های مختلف و اقسام مختلف. از مجموع اون چرا که هم از دلائل عقلی و مباحث مربوط به نفس شناسی و هم از ظواهر متون دینی به دست میاد اینه که هویت آدمی یک حقیقت بسیط است که اگر نامش عقله، نه افراد مختلف در وجود انسان دارد، نه اقسام مختلف، نه انواع مختلف، بلکه دارای مراتب مختلف است. یعنی یک حقیقت است که هم اشیاء محسوس را می‌بیند. یعنی وقتی که انسان به وسیله چشم و گوشش داره اشیاء محسوس رو ادراک میکنه، در واقع با عقلش دارد ادراک میکند، یعنی با اون هویت و حقیقتی رو که عبارت است از انانیت یا عبارت است از انسانیتش، اون به اون وسیله ادراک میکند. مشاهدات و محسوسات رو با عقل ادراک میکند، چنان که موهومات و مخیلات رو با عقل ادراک میکند، مفاهیم کلی و ماهوی و استدلال های عقلی و برهان و مانند اونها رو با عقل ادراک میکند. اینا یه بخشش. یه بخش دیگر اینه که مشاهدات و مکاشفات و ادراکات و معرفت های عرفانی رو هم با عقلش ادراک میکند، چنانکه یه درجه بالاترش
الهامات ربانی، اونا رو با عقل ادراک می شود. مرتبه بالاتر از اون وحی الهی نیست که بر انبیا نازل می شود، آن هم با عقل ادراک می شود. منتها عقلی اینجا گفته می شود که هم مبدا و منبع و فاعل ادراکات حسی، عقلی، خیالی، وهمی، کشفی، شهودی، وحیانی است، عبارت از اون عقلی که اینجا مورد بحثه، یعنی هویت و حقیقت آدمی یک حقیقت است که ظهورات مختلف یا مراتب مختلف و مانند اون دارد. به تعبیر دیگه یک حقیقت بسیطی است که در عین بساطتش تمام کمالات را همراه خود دارد، نه فقط همراه خود دارد بلکه عین تمام کمالات هست، حتی نه فقط به لحاظ مصداقی یک حقیقت واحد هستند. اونچه را که انسان هویت و حقیقت انسان با علم، هویت و حقیقت انسان با قدرت، با حیات و بقیه موارد، نه فقط به لحاظ مصداقی یکی هستند، یک مصداق است که هم عقل است، هم علم است، هم قدرت است، هم انسان است، هم نفس است، هم هر عنوان دیگری دارد، بلکه این هم دیگر هستند، یعنی یک حقیقت واحد است که مفاهیم مختلف از آن انتظار شده است. این مفاهیم مختلفی را که از آن حقیقت و هویت واحد انتظار شده است، یا از حیثیت‌های مختلف انتظار شده است، یعنی از یک جهت بهش میگن نفس، از یک جهت بهش میگن قلب، از جهت دیگری بهش میگن روح، از جهت دیگری بهش میگن سامعه، باصره، ذائقه، شامه و مانند اون، از جهت دیگر بهش میگن واهمه، متخیل، عاقل، از جهت دیگر میگن مشاهد، مکاشف، از جهت دیگر و همینطور موارد دیگر، یا اینکه نه من حیثیت واحده و از یک جهت واحد همه این مفاهیم بر اون صادق هست، که حق مطلب این است اگرچه در مرتبه تصور کردن آن کار آسانی نیست. این فهم این نکته که شیء واحد، یعنی اونی که ما بهش میگیم انسان، اونی که بهش میگیم نفس، اونی که بهش میگیم عقل، این هویت و حقیقت انسان، به تعبیر دیگه وجود شخصی انسان، این از حیثیت واحد هم عالم است، هم قادر است، هم متکلم است، یعنی از همون جهت که عالم است قادر است، از همون جهت که قادر است حی است، از همون جهت که حی است بقیه صفات را هم دارد. این ثمره علم ناشی از یکی از این دو است، یا ثمره علم ناشی از تفکر و تذکر و خوف و خشیت خدای متعال و بیاد خدای متعال بودن هست، یا ثمره علم ناشی از تقوا و ترس و توکل بر خدا، ترس و خوف و خشیت از خدای متعال و توکل بر خدای متعال هست. اتقوا الله و یعلمکم الله، این به این معنی نیست که اگر تقوا داشته باشید دیگه مثلا تمام متون جغرافیایی رو بلد خواهید بود. حالا ممکنه که برای برخی از افراد در اعلی درجه چنون اتفاقی افتاده باشه، ولی دانستن کتاب‌های جغرافیایی اونقدر اهمیت ندارد که انسان‌ها وقتشون رو بگذارن برای اینکه به اون مقصد برسن تقوا رو مقدمه قرار بدهن. وقتی تقوا مقدمه قرار گرفت برای یک علمی، باید اون علم اشرف از تقوا و از مقدمه و وسیلش باشد. و حالا اینکه قطعا و یقینا این که ما بدونیم مثلا قله دماوند چند متر است، این که حالا فلان کوه چقدر، فلان کشور چند کیلومتر، چند سانتی متر و مانند اینها، این آن اهمیت رو ندارد، یا اگر اهمیت هم داشته باشد اهمیتش به اندازه تقوا نیست. تقوا آن اندازه اهمیت دارد که خدای متعال مکرر و مکرر به عنوان یکی از وجوه توحید بیان کرده است. توحید در تقوا یعنی وجهی از وجوه توحید یا مرتبه از مراتب توحید هست، و حال اون که این کسرات وجهی از وجوه توحید نیستن بلکه فعلی از افعال توحید هستن. این که حالا زمین هست، ستارگان، کرات دیگر و مانند اینها، اینا افعال توحید هستن. علاوه بر این دانستن این که حالا چند تا ستاره وجود داره، چند تا سیاره وجود داره، این دیگه اثر فعل توحید هست، در حالی که تقوا یکی از مراتب و مراحل توحید هست. و با توجه به اینکه توحید غایت و قصوای آدمی است، قرة عین الانبیاء و المرسلین هست، هدف نهایی است، بنابراین مقدمه برای این گونه علومی رو که سمت قایی ندارن و ارزش حقیقی ندارن نخواهد بود. پس وقتی گفته شد که اتقوا الله، تقوا داشته باشید، تقوا مقدمه است، مقدمه ممد و معد و موصل به یعلمکم الله است،
یعنی علمی که حاصل از تقواست آنقدر اهمیت دارد که تقوا که وجهی از وجوه توحید یا درجه و مرتبه از مراتب توحید است مقدمه اون قرار میگیرد. این معنیش اینه که اون علمی که حاصل از تقواست او ذل مقدم است، او هدف و غایت است، این وسیله. در نتیجه به این علوم ظاهری و طبیعی که انسان ها می توانن با فکر کردن، مطالعه کردن، حفظ کردن، زیاد خوندن، کم خوندن و مانند اونها می تونن به دست بیاورن، این از اون قسم نیست. بنابراین وقتی میگیم که عقل یعنی هویت و حقیقت آدمی و حقیقت انسان که جامع جمعی کمالات هست، البته مراتب مختلف دارد، ظهورات مختلف متعدد دارد، از حیثیتی سامه است، باسره است یا بقیه موارد، یا از حیثیت واحد، فهم این که انسان از یه از همون جهتی که حیه است، از همون جهت عالم است، از همون جهت قادر است، یا این فهم از تقوا به دست می آید یا از تفکر و ذکر دائمی و توجه به خدای متعال به دست می آید، از این راه های دیگر به این آسانی یا به دست نمی آید یا حداقل به دست نیامده است. هنوز که هنوز هست، با گذشته هزاران سال هنوز انسان ها به این آسانی، حکیمان، شخصیت های عالم و بزرگ هنوز به این آسانی نمی توانند متوجه بشوند در مورد خدای متعال که چگونه می شود که خدای متعال از همون حیث که عالیست دانیست، از همون حیث که دانیست عالیست، چگونه می توانند در مورد افعال خدای متعال، اونم افعال متصف به کثرت خدای متعال، چنین چیزی رو به دست بیاورند، مگر از راههایی رو که خدمتتون عرض کردم. پس نکته گفته شده این شد که وقتی در باره عقل صحبت میکنیم، یعنی هویت و حقیقت آدمی، هویت و حقیقت آدمی هم حیات است، هم علم است، هم قدرت است، و این اقسام مختلف نداره. یعنی آدم دو تا عقل ندارد، سه تا و پنج تا و ده تا عقل ندارد، یک حقیقت واحد دارد که اون از حیثیت های مختلف آثار مختلف دارد، یا از حیثیت واحد تمام آثار متعدد و مختلف را دارد. البته یه نکته لطیف و دقیقی هم وجود داره که دیگه بهش نمیپردازیم، و اون اینه که وقتی گفتیم که نفس انسان یک حقیقت واحد بسیط است که از حیثیت واحد همه کمالات متکثر را دارد، در مورد کمالات متکثر هم میتوانیم قائل به وحدت بشویم و بگیم که همچنان که نفس انسان یک حقیقت واحد است که حیثیت های کثرت اعتباری را در لحاظ میکنیم، علم و فهم یا کمالات او هم همین گونه است که یک حقیقت واحد کمال انسان هست، اون کمال واحد را از حیثیت‌های مختلف، گاهی بهش میگیم قدرت، گاهی بهش میگیم که حیات، گاهی بهش میگیم که علم و مانند اون، یا اینکه از همون جهتی قدرت است، از همون جهت یعنی هم ذات انسان وحدت حقیقی ذلی است و هم کمالات نفس انسان وحدت حقیقی ذلی دارد، به گونه ای که نه کثرت حقیقی در مورد نفس انسان قابل تصور است، یعنی نفس انسان ترکیب نشده است از هیچ چیز، نه از اشیاء خارجی، نه از ماده و صورت، نه از بدن و مانند آن، یا از ماده و صورت، یا از ماهیت و وجود، یا از وجود و عدم، از هیچ کدام از اینها ترکیب نشده است. همچنین کمالات نفس هم همین گونه است، کمالات نفس انسان هم یک حقیقت واحد است که هیچ گونه ترکیبی نیست، همچنان که نفس انسان بسیط است، کمالات نفس انسان هم بسیط است. حق مطلب این است که همچنان که حقیقت وجود امر بسیطی است، خدای متعال امر بسیطی است که از حیثیت واحد همه کمالات را دارد، تمام افعال خدای متعال، مخصوصا افعال جامع تفصیلی خدای متعال، اونها هم همین گونه هستند که بسیط هستند، بسیط حقیقی هم هستند که از حیثیت واحد همه کمالات را دارند. در نتیجه اگر در جای گفته شد که مثلا انسان دارای نفس‌های مختلف است، نفس اماره، لوامه، مطمئنه و مانند اون، یا نفس حیوانی، بهیمی، سبعی و مانند اونها گفته می شود، اینا تعبیرها و واژگان بشری است که برای بیان کردن حقیقتی که توان بیانش رو ندارن. به الله حق مطلب اینه که انسان یک نفس بیشتر ندارد، نه اینکه یک نفس بیشتر ندارد، یک نفس بیشتر نیست، یک حقیقت واحد است که هیچ گونه کثرتی در اون نیست مگر کثرت‌های اعتباری که به اعتبار معتبر وجود دارد، هر موقع معتبر هم اونها رو لحاظ نکرد از بین خواهد رفت. اینم یک نکته که عقل یعنی فهم، و این فهم هم یک حقیقت واحد است اگرچه مراتب مختلف یا درجات مختلف داشته باشد. خب با توجه به این نکته، اگر یه جای گفته می شود که
این عقل انسان است که میفهمد، یعنی همون هویت و نفس انسان. یه جای دیگه هم گفته میشود که این عقل انسان است که به قرب خدای متعال میرسد، باز دوباره یعنی همون حیثیت همون نفس انسان از حیثیتی. و اگر جای گفته میشود که این عقل انسان است که کسب بهشت میکند و کسب نعمت میکند، یعنی بازم همون نفس از حیثیتی، یعنی از حیثیت وجدانش، از حیثیت ظهورش، از حیثیت تجلی یا قرب به خدای متعال. حالا بر اساس این نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، روایت شروع میکنیم که امام باقر علیه السلام فرمود لما خلق الله العقل استنطقه، اولین روایت از کتاب عقل الجل از اصول کافی جلد اول هست، لما خلق الله العقل استنطقه، وقتی که خدای متعال عقل را آفرید او را به زبان آورد، ازش حرف پرسید. این استنطقه میتواند معانی متعدد داشته باشد. این که خدای متعال عقل رو آفرید، خب حالا بر این اساس که در این مقدمات اولی که خدمتتون عرض کردم، این عقل یعنی هویت انسانی. حالا این چه مقصود علو عقول طولی باشد مانند عقل اول دوم سوم، یا عقول ارضی باشد که ارباب انواز، هر کدام از اونها که باشن وجهی از وجوه انسانند، حیثیتی از حیثیت‌های انسانند، یا اینکه نه وجود هر کدام از اونها که باشن وجود للانسان دارن، وجود لغیره دارن، یعنی انسان همچنان که دست دارد، پا دارد، چشم دارد، گوش دارد، همچنان که وهم دارد، تخیل دارد، عقل هم دارد. این عقلش هم همین عقلی است که ادراک مفاهیم و ماهیات میکنه و همون عقل اول. عقل اول یکی از قوای نفس انسانی است، یا به تعبیر دیگر یکی از صدنه نفس انسانی است، یکی از موجوداتی است که در نفس انسان وجود دارد و حیثیتی از حیثیت‌های انسان هست. خب حالا چون عقل اول باشد، عقل طولی باشد، عرضی باشد، یا این عقل متعارفی باشد که انسان‌ها در این دنیا آرام آرام به فهم میرسن، فهمشون ارتقا پیدا میکنه و مانند اونها، استنتاق اون به معنای فراهم ساختن زمینه ظهور عقل است. اگر اون عقلی باشد که در طول قرار دارد یا در عرض قرار دارد، استنتاق اون عقل عبارت است از ظاهر کردن یا زمینه ظهور کمالات اون عقل. اون عقل اگر ظاهر بشود چی میشود؟ میشود علم محض. وقتی علم محض که شد، میشود اطاعت محض، انقیاد محض، تسلیم محض، به گونه ای که هیچ گونه حیثیتی، هویتی، خواسته ای، میلی، رغبتی غیر از اون چی که خدای متعال دارد او دیگر ندارد. اگر اون باشد، اگر به معنای این عقل همین عقل عرفی باشد که در انسان وجود داره که گفتیم جامع همه این هاست، اگر به این معنا باشد، استنتاقش یعنی این که زبانش رو باز کرده، زبان فهمیدنش رو باز کرده، دریچه های ظهور کمالاتش رو باز کرده، دریچه های ورود کمالات عالم هستی در وجودش رو فراهم کرده، به گونه ای که همچنان که کسی چشمش بسته باشد جایی نمیبیند، چشمش رو باز میکنه، پیوسته صورت جدید واردش میشه. استنتاق عقل، اگر این عقل مقصود قوه ادراک انسان باشه، استنتاق یعنی رفع حجاب از آن و زمینه ورود صور علمی به او و همچنین صور عملی در او خواهد بود. خب لما خلق الله العقل استنتقه، او رو به زبان آورد و کمالاتش رو آشکار کرد. ثم قال له، بعد از این استنتاق که وجود تفصیلی پیدا کرده، قال له اقبل فاقبله، بهش گفت بیا و هم اومد. ثم قال له ادبر فادبر، بهش گفت برو و هم رفت. این اقبل فاقبل، ادبر فادبر، بیا آمد برو رفت، معانی متعدد و مختلفی دارد که از فروترین مرتبهش خدمتتون عرض میکنم. اولین مرتبهش اینه که اقبل فاقبل، یعنی ما بهش دستور دادیم، امر کردیم، او هم اطاعت امر کرد. ادبر فادبره، ما از برخی از امور به او نهی کردیم و هم اطاعت نهی کرد. بهش گفتیم این کار رو انجام بده، اقبلا انجام داد. بهش گفتیم این کار انجام نده، او هم انجام نداد. این ویژگی عقل است، ویژگی هویت و حقیقت آدمی است. آدمی بگونه است، انسان بگونه است که خدای متعال وقتی به او امر میکند همان را انجام میدهد بی کم و کاست، و وقتی او را از چیزی نهی میکند همان را ترک میکند بی کم و کاست. بنابراین این عقلی هم که اینجا گفته میشود، ولو اینکه داره مراتب است، در برخی از مراتب ممکنه اطاعتش آشکار نباشد یا انقیادش
آشکار نباشد و به ظاهر اتیان باشد، اما در موجوداتی این عقلشون کامل است، تامه است، مانند انبیا، مانند اولیا، همچنین مانند انسانها و آدمیان قبل از جهان طبیعت، مثلا در عالم مثال، در عالم قلب، در عالم روح یا در عالم جبروت، در اونجا دیگه قطعا و یقینا همین گونه است که عقل و ویژگی نفسانی انسان یا هویت و حقیقت عقلی انسان این گونه است که خدای متعال وقتی چیزی رو به او امر کند قطعا و یقینا انجام میدهد، بی کم و کاست. وقتی چیزی رو از او نهی کند قطعا و یقینا آن را ترک خواهد کرد. اگر خدای متعال چیزی رو امر کرد و او انجام نداد و اگر خدای متعال چیزی نهی کرد و او انجام داد، این معناش اینه که عقل در او به مرتبه استنتاق نرسیده است، یعنی به مرتبه ظهور نرسیده است. به تعبیر دیگر او هویت آدمیش شکل نگرفته است، در مرتبه قبل از آدمی زندگی میکنه، در مرتبه قبل از عقل زندگی میکنه، مثلا در مرتبه خیال یا در مرتبه وهم زندگی میکنه یا در مرتبه هوا زندگی میکنه یا در مرتبه غضب و شهوت و بالاخره مانند آن. یعنی میشود که قیافه انسان، هیکل انسان، ترکیب انسان، انسان باشد ولی حقیقت هویت چیزی به اندازه درخت بیشتر نباشد. میشود که قیافه انسان باشد ولی چیزی بیشتر از حیوانات نباشد، چیزی بیشتر از حشرات نباشد. می شود چنین چیزی باشد، یعنی می شود که اون هویت و حقیقت آدمی و انسانیتش در اون متولد یا ظاهر نشده باشد. چرا که فرمود که الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خدای متعال قرآن را تعلیم داد، به دنبال تعلیم قرآن هست که انسان خلق می شود. یعنی می شود که قیافه ها قیافه های انسان باشد ولی حقیقتشون انسان نباشد، چون اون تعلیم به اونها نرسیده است، اون استنتاق به اونها نرسیده است، یعنی هنوز زمینه و شرایط برای استنتاق عقلش و ظهور عقل و فهم و به فهم رسیدن، به معرفت رسیدن و از نافهمی در آمدن هنوز به اون نرسیده است. وقتی نرسیده باشد هنوز عقل نیست، عاقل نیست و در نتیجه انسان نیست. قیافه ها و ظاهرها، این که همه مثلا یه سر داشته باشن، دو تا گوش داشته باشن، با دو تا راه برون، این دلیل بر انسانیت نمی شود. دلیل بر انسانیت عقل مستنطق است، یعنی عقلی است که ظاهر شده باشد و حداقل اینه که زمینه ها و معدات استنتاق و ظهورش تحقق پیدا کرده باشه، که بر اساس برخی از آیات قرآن مانند همین آیه شریفی رو که خوندم، تعلیم قرآنی و معارف الهی مقدمه انسان شدن هست. منتها تعلیم قرآنی باز به این معنی نیست که کسی مثلا عربی بلد باشه بره قرآن رو به عنوان کتاب الهی بخونه. محتوای قرآن، فهم و درک محتوای قرآن اهمیت دارد یا اهمیت فوق‌العاده دارد. گرچه تلاوت قرآن خودش خیلی خوبه، قرائت قرآن خیلی خوبه، نگاه کردن به قرآن خیلی خوبه و همینطور اگر کسی چشم نداره لمس کردن قرآن، دست زدن به قرآن با شرایط، اینا هر کدامش کمالی است و سبب قرب و به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان هست، ولی اونی که قراره تو این مقدمات انجام بشه، تو این نگاه کردن قرآن، تو این خوندن و لمس کردن قرآن، تو این بوسیدن قرآن و همچنین بقیه موارد، اونی باید اتفاق بیفته اینه که محتوای قرآن و معارف قرآنی در وجود انسان متحقق بشود، نه اینکه پیوست قرآن رو نگاه کرده باشد ولی هیچ کدام از تعالیم و معارف قرآنی در وجودش تحقق پیدا نکرده باشد. قرآن رو مکرر و مکرر میخواند ولی هیچ متصف به صفات قرآنی نیست. اونی که سبب انسان شدن انسان هست یا شرط انسانیت انسان است، تعلیمات قرآنی، آموزه های قرآنی، محتوا و معارف قرآنی است. بنابراین اگر کسی مثلا نظافت رو رعایت میکند، نظافت از معارف قرآنی است، نظافت رو رعایت میکند ولی این کسی از قرآن خبر ندارد، از اسلام خبر ندارد، هیچی هم نشینده است، این تعلیم قرآنی رو دارد. کسی که مال مردم نمیخورد ولی اینکه اصلا قرآن نخونده، مسلمان نیست، پیامبر نمیشناسد، در گوشه کنار دنیا در جایی زندگی میکنه، اصلا دسترسی بهش کس ندارد، یا اینکه نه اصلا دینی غیر از اسلام دارد، دینی غیر از قرآن دارد ولی به محتوای قرآن عمل میکند، او میتواند انسان باشد، بلکه به اندازه ظهور و تحقق تعلیمهای قرآنی در وجودش انسانیت او ظاهر است و عقل او استنتاق شده است. اما بالعکس اگر کسی قرآن را قبول دارد، خدا و پیامبر را قبول دارد، اما محتوای قرآن ارتباطی با وجود او ندارد، تعلیمات قرآنی در وجود او نیست، معارف قرآنی در مرتبه اعتقاد و اخلاق و عمل او هیچ گونه تأثیری ندارد،
طبعا این انسان نیست، و اگر انسان باشد به خاطر همون اندازه فهم و درکی که نسبت به خدای متعال داره، خدا رو قبول کرده، پیامبر رو قبول کرده، مثلا اوصیا پیامبر رو قبول کرده، خب همین هم بخشی از تعالیم قرآنی است. به همین اندازه ای رو که از تعالیم قرآنی متحقق و متحصل شده در وجودش، به همین اندازه انسانه، اما نسبت بقیه این گونه نیست. منتها حالا این که اینا کدامشون مقدمن کدامشون مؤخرن، این یه بحث دیگری خیلی مفصل میطلبد که باید در جای دیگر بهش پرداخته بشود. و یکی از مشکلات مسلمین و جوامع اسلامی هم همین است که خیال کردن که همین که شهادتین رو بر زبان آوردن، همین اندازه که خمراستی در روز میشون، ماه مبارک رمضان هم یه روزه ای که میگیرن، اینا دیگه بر بام عالم نشستن، ولو اینکه آداب دینی رو، تعالیم الهی رو، علوم مورد نیاز جامعه را، نیازهای انسانها را هیچ کدام رو نمیشناسن، نه به فکرش هستن. فقط همینقدر تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان اینه که وقتی مسلمان اذانشون رو میشنون یه دو رکعت نماز میخونن، غیر مسلمان رو نمیخونن. این تفاوت عمدشون، اما در بقیه کارهای دیگرشون یا مانند بدترین غیر مسلمان ها هستن یا از بدترین غیر مسلمان ها هم بدتر هستن. این باید در جای دیگری گفته بشود، یعنی اینکه اعتقاد به توحید، اعتقاد به خدا، اعتقاد به انبیا این مهمه، یا اینکه عمل به تعالیم الهی اهمیت داره، و اگر هر دو اهمیت داره، کدامی که اصل و کدامی که فرعه. اگر کسی اعمالش اعمال الهی بود و اعمالی بود که مورد رضای خدای متعال هست، ولی اینکه نسبت به خدا درکی ندارد، یا درکش نسبت به خدا غیر از درک مسلمان است، درک یهودی دارد، درک مسیحی دارد، درک ادیان دیگر یا اعتقادات دیگر انسانی دارد، آیا او که اعتقاداتش مانند اعتقادات ما نیست ولی اعمالش هزاران برابر بر ما ارزش دارد، او برتر است به لحاظ قرب نزد خدای متعال، به لحاظ کمالات، ظهورات استعدادها و قابلیت‌های نفسانیش، یا اینکه نه او مؤخر است؟ یه بحث مفصلی رو میطلبه که حالا تر ببینیم که کجا موفق میشیم و کجا خدای متعال لطف میکنه که به آن بپردازیم. پس اولین معنای اقبال و ادبار اینه، اقبال به دستورات الهی و ادبار از مناهی الهی و نهی‌ها و بازداشت‌های الهی. این اولین معنا و روشن‌ترین معنا. بنابراین اگر یه جای دیدیم که خدای متعال به چیزی امر کرده، انسان امر را اطاعت نمی‌کند، این حکایت داره که فاقد عقل است، یا اگر عقل دارد، عقلش به مرتبه استنتاق و نطق و ظهور و قدسیت و مانند آن نرسیده است، یعنی این در مرتبه حیوانات است، اگرچه بالقوه انسان است، میتواند انشالله در شرایط دیگری اگر زمینه فراهم بشود در جهان طبیعت، و اگر در جهان طبیعت فراهم نشود در عالم مثال، و اگر در عالم مثال فراهم نشود در عالم آخرت و در جهنم، این بالاخره چون استعداد انسانیت و استعداد استنتاق رو داشته است، میتواند برسد به گونه ممکن است که یا در قیامت و یا در جهنم بفهمد که خطا کرده است، بفهمد که خلاف اقتضاء وجودش عمل کرده است، خلاف عقلش عمل کرده است. همین که بفهمد که خلاف عمل کرده است، پشیمانی به دنبالش خواهد بود، توبه هم به دنبالش. البته حالا اینا تا تحقق پیدا کنه زمان بسیار بلکه نامتناهی باید بگذرد، ولی بالاخره اگر کسی به امر الهی بی توجه است، به نهی الهی بی توجه است، ممکن این بالقوه انسان باشد، بالقوه عاقل باشد، یا عقلش در حجابهای ظلمانی متراکم بعضها فوق بعض چنان گرفتار است که به این امر به اقبال الهی توجه نمی کنه و اقبال به امر و ادبار به نهی الهی ندارد. این یک معنا. شاید دم دستترین معنا و عرفی ترین معنا همین باشه که اقبال و ادبار یعنی اطاعت امر و ترک مناهی و منزجرات الهی. معنای دومش با توجه به این که عقل اشرف موجودات است، به خاطر همین اشرف موجودات است که وقتی تبدیل به انسان می شود خلیفت الله فی الارض. در یه جای دیگر هم خدمتتون عرض کردم که احتمال این وجود دارد که هر کسی که در ارض خلیفت الله هست، در عوالم دیگر هم که به نوعی حجاب وجود دارد، در اونجا هم خلیفه باشد، یعنی در عالم مثال هم خلیفت الله باشد، در عالم عقل هم باشد، به خاطر اینکه در تمام مراتب افعال الهی یعنی ماسوا الله حجاب وجود دارد. منتها گاهی حجاب ظلمانی است، منتها اون چیزی که در جهان طبیعت و در برخی از نفوس وجود دارد،
یا ممکنه که حجاب نورانی باشد، چنان که در حوزه عقول و عوالم مثال و آخرت وجود دارد، اونجا هم حجاب وجود دارد، اونجا هم بالاخره انسان ها وقتی به یه نفر نگاه میکنن او را میبینند، یعنی اون انسان رو میبینن، رفیقش رو میبینه، فرزندش رو میبینه، دوست رفیقش رو، پدر مادرش رو میبینه، معلم و شاگردش رو میبینه، وقتی که داره نگاه میکنه اون فردی رو که در دنیا دیده داره مشاهده میکنه، یعنی در حجاب قرار داره، منتها حجابش حجاب ظلمانی نیست. بنابراین یک احتمال این است که در مقابل اون احتمال دوم، این احتمال اینه که هر کس در جهان طبیعت خلیفت الله باشد، در همه موارد و مراتب عالم هستی خلیفت الله است. وقتی این گونه که شد، عقلی که در اعلی درجه وجود و اشرف موجودات هست، وقتی به خاطر عظمتش، وقتی تنزل در جهان طبیعت که پیدا می کند، این می شود خلیفت الله. حالا با توجه به این، اقبال و ادبار معنای دیگری خواهد داشت. معنای اقبال و ادبار عبارت است از خارج شدن از اجمال و مفصل شدن و ظهور تفصیلی پیدا کردن. میدانیم که همه موجودات بدون استثنا، چه عقول، چه نفوس، چه موجودات طبیعی و تمام، استثنا ندارد، ما سوالله، هر فعلی از افعال خدای متعال در مرتبه ذات خدا یا در مرتبه علم ذاتی خدای متعال عین خدای متعال هست و در اونجا هیچ گونه کثرتی، نه اینکه وجود ندارد، قابل تصور هم نیست. ضمن اینکه همه موجودات در مرتبه علمی خدای متعال هستند، ولی همه متصف به وجوب وجود هستند، همه متصف به بساطت ذاتی بلکه بساطت حقیقی هستند، همه متصف به وجود حقیقی هستند، اون وجود واحد شخصی، هم وجود خدای متعال است، هم وجود بنده است، هم وجود شما، هم وجود تمام موجودات عالم هستی از صد تا ذل، ولی در مرتبه علم خدای متعال که متصف به وجوب وجود هست و هیچ گونه تکثر یا تعدد و دوئیت و مانند آن در اونجا وجود ندارد، اون موجوداتی رو که در مرتبه علم خدای متعال هستن و هیچ گونه کثرتی ندارن، در بر حسب ظاهر برخی از سخنان عرفا، اونها میل به ظهور و تحقق در خارج رو دارند، بنابراین پیوسته دعا میکنن، تقاضا میکنن که ما وجود عینی و خارجی پیدا کنیم. حالا این به عنوان یک احتمال یا به عنوان یک نظریه گفته شده، گمان بنده اینه که از دقت لازم برخوردار نیست. دقت لازم اون چیزی که در این روایت، در این تفسیر دوم اقبال و ادبار خدمتتون عرض میکنم، در اینجا وجود داره و اون اینه که اون موجوداتی که در مرتبه ذات خدای متعال هستن، اینها وجود اجمالیشون عین تفصیل است و به گونه ایست که در هیچ مرتبه از مراتب عالم ظاهر نمی شوند که مفصلتر باشند، ظاهرتر باشند، تامتر باشند، کاملتر باشند از اون چرا که در مرتبه علم خدای متعال یا در مرتبه ذات خدای متعال وجود داشتند. بنابراین هیچ موجودی مایل به خارج شدن از مرتبه ذات خدای متعال ندارد، همه در اعلی درجه وجود هستند. اینکه موجودی که در اعلی درجه وجود هستند، من جمیع الجهات، از جهت حیاتشون اعلی درجه هستند، از جهت علمشون اعلی درجه، از جهت قدرتشون اعلی درجه، از جهت اختیارشون، همچنین همه کمالاتی رو که قابل تصور هست و نیست در اعلی درجه وجود دارن، اونا مایل باشن که به درجات ادنا و فرودین و اسفل نازل بشون، قطعا و یقینا چنین چیزی امکان پذیر نیست. اون قاعده هم که فیلسوفان گفتن که توجه عالی به سافل یا عنایت عالی به سافل امکان پذیر نیست، یک دلیل عقلی و بدون خدشه و خلل هست. یعنی هیچ موجودی توجه به فروترش نداره، به خاطر اینکه اون چی که در مرتبه فروتر هست به نحو اعلا و اشرف و اتم و اقوا در خودش وجود داره. وقتی که چیزی در کسی وجود دارد بی نهایت برابر، اون ذره را هم که مثلا در مرتبه فروترش هست رو اولا خودش دارد، ثانیا بی نهایت برابرش دارد، هرگز توجه به فروتر از خودش نخواهد داشت. بنابراین خروج از مرتبه علم خدای متعال به این آسانی و با این تصوراتی که میل به ظهور تفصیلی داشتم، میل به ظهور طبیعی داشتم و مانند اینها، به اینا قابل تبیین نیست. اگر شاید در جاهای دیگر هم خدمتتون عرض کردم همین رو گفتم، اما این به این آسانی قابل تبیین نیست که موجودات میخواستن در این جهان هم باشن. کسی که در اون عالم و در مرتبه علم خدای متعال هست،
گویی در همه مراتب عالم هست، یعنی بودنش در همه مراتب عالم چه کمالاتی، چه لذتی، چه سروری، چه بهجتی، چه قبطه‌ای داشت، تمام اینها به نحو اعلی و اشرف در مرتبه ذات خدای متعال دارد. بنابراین اصلا معنا نداره که اون آرامش، اون قرار، اون طمأنینه، اون ثبات رو رها کنن و بیان در اینجا نه اینکه چیزی به دست بیاورن، چیزی از دست بدهند. بنابراین باید که آفرینش را و تنزلات را و پیدایش کثرت را از یکی از این دو راه تبیین کنیم و اون اینه که یکیش این باشه که آمدن به این جهان طبیعت از لوازم ذاتی موجودات در مرتبه علم خدای متعال باشد، یعنی اونی که در مرتبه علم خدای متعال هست عین ذاتش این است که مرتبه پایین تر هم تنزل پیدا کند به گونه که از ذات خود نمیتواند جدا بشود. یا باید این باشد یا این معنای دومی رو که در اینجا مطرح میکنیم و اون اینه که خدای متعال برای اینکه موجودات بیافریند، برای اینکه طبیعتی باشد، برای اینکه مثال و عقل و مانند اینها باشد، باید که ایجاد کثرت کند. ایجاد کثرت رو به یک نفر پرچمدار باشد، علمدار باشد، او بیاید و با آمدن او مسیر فراهم، یعنی آفرینش تحقق پیدا کند، جهان تحقق پیدا کند، عوالم تو در تو و فوق همدیگر این تحقق پیدا کنه، اونم چیزی جز یا کسی جز عقل نیست. بنابراین این عقبل فعقبله، اقبال عقل عبارت است از امر خدای متعال به ورود عقل به عالم کثرت و آمدن عقل از عالم وحدت و از مرتبه ذات خدای متعال، مرتبه‌ای که کمال آرامش، کمال لذت، کمال بهجت و سرور را دارد، به مرتبه فروتر که محدودیت‌ها دارد و در نتیجه مانند اون مرتبه کامل‌تر نیست، باید برخلاف میلشون باشد. چون برخلاف میل هست، امر الهی بهش تعلق گرفته است. حالا یا حب ذاتی خدای متعال یا مصلحتی رو که بتوان تصور کرد، اگر بتوان تصور کرد و مانند اونها، سبب شده است که مثل این که عقل بهش میگه که تو که بر سریر عالم هستی نشسته ای و در بهترین و عالی ترین درجات هستی، یعنی در مرتبه علم شریف بلکه اشرف من قرار داری، تو باید از این مرتبه تنزل پیدا کنی، چون با تنزل تو هست که عالم عقل، عالم ماسوا الله تحقق پیدا خواهد کرد. خب قطعا مانند این است که کسی که در ناز نعمت زندگی کرده، در اوج خوشی و راحتی زندگی کرده، بفرستنش بره مثلا تو جنگل‌های آمازون به عنوان مأموریت، بفرستنش در کشورهای آفریقایی که هوا سخت است و امکانات کم است و انواع اقسام مریضی و بیماری ها وجود داره، بفرستنش اونجا. طبعا اگر در این گونه موارد که امری آمده باشد، مخصوصا این امری رو که در اون عالم اومده، یعنی در مرتبه این دیگه مربوط به مرتبه عقلم نیست بلکه مربوط به مرتبه علم خدای متعال هست، تازه اگر در مرتبه عقلم که بود، در مرتبه مثالم بود، همین جوره در مرتبه علم خدای متعال به طریق اولا، امری که در اونجا وجود دارد امر تکلیفی نیست، یعنی این گونه نیست که به عقل بگه که عقبل برو در عالم کثرت، برو در آفریقا در نقاط گرم زندگی کن چون من میخواهم، و اما اگر نروی چنین و چنان خواهد شد. نه، اگر عقل نیاید در عالم طبیعت یا در عالم عقل و در عوالم فروتر نیاید، هیچی از عقل کم نمی شود، هیچ تنبیه در کار نیست، به خاطر اینکه تنبیه کردن وجودهای علمی در مرتبه علم خدای متعال و در مرتبه ذات خدای متعال اصلا امکان پذیر نیست، اصلا قابل تصور نیست، که چون اینها عین ذات خدای متعال هستند و در عین ذات خدای متعال که باشند، یعنی اگر اینها توبیخ بشوند، خدا خودش رو توبیخ کرده، اگر تنبیه بشوند، خودش رو تنبیه کرده، اصلا قابل تصور نیست. بنابراین در این حالی که امری که در اون مرتبه انجام می شود، امری نیست که تکلیفی باشد یا حتی تنزیهی باشد یا شبیه آن، مثلا توبیخی به دنبال داشته باشد یا ترک اولایی باشد به گفته متکلمین یا مشابهش، بدون این که اینها باشد، همچین که عقل فهمید که میل خدا، عشق خدا، محبت خدای متعال به چه تعلق گرفته است، بدون کمترین تأمل و بدون کمترین فاصله و بدون کمترین لکنت و سستی، بلافاصله در عالم کثرت حضور پیدا کرد و شد عقل اول مثلا.
شد خلیفت الله مثلا در عوالم دیگر، شد انسان کامل. این انسان کامل که گفته میشه از صلوات الله و سلام علیه در اولین مرتبه که تحقق پیدا کرده با میل و انتخاب و اختیار و شوق و رغبت و خودش تحقق پیدا کرده است. نهایت چیزی رو که هست اینه که خدای متعال بهش گفته که میتونی به عالم کثرت بروی همین اندازه، اما به این معنی نیست که اگر نروی از نظر من بدی، چون هنوز غیریت نداری تا بد باشی یا خوب باشی. هنوز تو منی، من هم تو، هم تو علم منی، علم هم عین ذات من هست و در عین حال که هیچ گونه غیریتی نیست. بنابراین توبیخ و تنبیه و نمیدونم از این موارد اینجوری که در عوالم دیگر اتفاق میفته هرگز اونجا امکان رخداد نداره، اما در عین حال همچه که عقل فهمید که خدای متعال از او چه میطلبد، یا خدای متعال راغب به چیست، مشتاق به چیست، عاشق به چیست، بدون فاصله همچه که امر به اقبال الهی را فهمید یا میل و رغبت و بهجت سرور و خدا را که ادراک کرد، بلا فاصله بدان ملتزم شد و در اولین مرتبه عالم هستی وجود پیدا کرد، ظهور پیدا کرد، شد عالم عقول. بنابراین همین که عقل از مرتبه الهی، از مرتبه الوهیت، از مرتبه وجود تنزل پیدا کرده است به مرتبه ممکنات، این بزرگترین کاری است. از مرتبه غنای محض به مرتبه فقر محض تنزل پیدا کرده است، این بزرگترین فداکاری، از خودگذشتگی، هر اسمی رو که بخوایم بگذاریم، بزرگترین ایثار است. اگرچه این کلمات برای اون مرتبه قطعا و یقینا مناسب نیست و بیانگر اون مرتبه نیست، ولی در این حال این بزرگترین کاری است که عقل انجام داده است. پس مقصود از عقبل یعنی آمدن عقل از مرتبه وجود علمی خود نزد خدای متعال و در مرتبه ذات خدای متعال به مرتبه عقول، به مرتبه کثرت‌های غیر مادی، کثرت‌های غیر جسمانی و مانند آن. وقت ادبار هم به همین معناست که ادبار هم یا به این معناست که همچنان که اشتیاق پیدا کرده خدای متعال یا اشتیاق داشته بهجت سرور داشته به آمدنش، همین اشتیاق روی بازگشتش هم داره. یعنی اینگونه نیست که گفت برو دیگه همونجا باش، نباید پیوسته در رفت و آمد باشی. یعنی در این حال که از محل اصلی خود و قرارگاه اصلی خودت رفتی، نباید رفته باشی، باید رفتنت عین نرفتن باشد، رفتنت عین بقا و دوام در اینجا باید باشد. وقت معنی این سخن این خواهد بود که وقتی که اقبال و ادبار شد و او هم انجام داد، عقل هم انجام داد، نتیجه اینه که عقل از مرتبه علمی و خدای متعال تنزل کرده در مرتبه پایین تر، ولی در عین حال که در مرتبه پایین تر تنزل پیدا کرده از جای خودش خارج نشده است، بدون این که مکان و مقام و موقعیت خودش رو خالی کنه. ما در جهان طبیعت این گونه است که وقتی مثلا در نقطه الف که هستیم، از نقطه الف یه طبقه پایین تر یا بالاتر که رفتیم، در نقطه قبلی دیگه نیستیم. اما در مورد عقل، اقبال و ادبارش به اینه که ضمن این که از مرتبه علم الهی تنزل پیدا کرده است، اما در عین حال که تنزل پیدا کرده است، هنوز اون وجود علمیش در مرتبه عالی سر جای خودش است. پس گویی در مرتبه علم خدای متعال هم هست هم نیست. هستیش از همون جهتی است که نیست و نیستیش از همون جهتی است که هست و در مرتبه بعدی هم همین گونه. مشابه این معنا رو میتوان معنای دیگری هم، البته تفصیل دیگری برای این معنا ارائه کرد که البته این اهمیتش بیشتر هست و اون اینه که اون مرتبه دوم، معنای دومی بود که امر به اقبال و ادبار به عالم کثرت تعلق گرفته است. کثرت عینی یا کثرت وجودی یا کثرت علمی یا کثرت عقلی و مانند آن. یعنی خدای متعال از عقل خواسته است که از مرتبه علم خودش و یا از مرتبه ذات خدای متعال یک پله بره پایین تر، اما هنوز ازش نخواسته است که بره در جهان طبیعت. آمدن در جهان طبیعت یعنی وارد شدن در اسفل سافلین، وارد شدن در چاه ویلی که عوارضی دارد که در هیچ مرتبه از مراتب دیگر کثرت چنین عوارضی رو ندارد. یعنی وقتی که عقل از مرتبه علم خدای متعال به مرتبه عقول یا مرتبه تجرد محض تنزل پیدا می کند، غم ندارد، قصه ندارد، درد ندارد، گرسنگی ندارد، تشنگی ندارد، هیچ مشکلی و هیچ گرفتاری و مانند آن را ندارد. اما ممکن است معنای دیگر این اقبل فاقبله، ادبر فادبره این باشد که او تنزل پیدا کند، نه به مرتبه عقل که از مرتبه عقل به مرتبه مثال، از مرتبه مثال به جهان طبیعت، به جهان طبیعت که
درد وجود دارد، غم وجود دارد، تلخی وجود دارد، شیرینی وجود دارد، هجران وجود دارد، انفکاک وجود دارد و بالاخره گرسنگی، تشنگی و مانند اینها، همه اینها در اینجا وجود دارد. اینجا هم باز وقتی که آمده است، ویژگی عقل این است که همین که فهمیده است که خدای متعال می طلبد رفتن به جهان طبیعت را، به جهان طبیعت آمده است، در این حال که نه وجوبی بر او تعلق گرفته است، نه تکلیفی به او تعلق گرفته است و نه اگر اطاعت نمی کرد توبیخی به او تعلق می گرفت، نه مثلا عذابی و مانند اون، هیچی بهش تعلق نمی گیره. ولی در این حال ویژگی عقل، ویژگی این هویت و حقیقت و خلیفه خدای متعال این است که البته همه اینها بعد اتفاق افتاده، یعنی این خلافت بعد اتفاق افتاده، که وقتی که عقل در میان این همه موجوداتی که در عالم علم خدای متعال در مرتبه ذات خدای متعال بودن، این گونه از خود کمالات رو نشون داد که با میل و رغبت به امر الهی توجه کرد و تنزل پیدا کرد و به عالم کثرت که آمد، خلافت به او تعلق گرفته است یا خلافت در او آشکار شده است و از باطن ذاتش عیان آشکار شده است. بنابراین مرتبه دیگر یا معنای دیگر عقل فقبله این است که آمده است در جهان طبیعت، و در جهان طبیعت یعنی آمدن به دار بلا، دار مشکلات، گرفتاری ها، سختی ها، که این عالم با هر عالمی از عوالم قبل متفاوت است. تفاوتش هم در اینه که در عوالم قبل عقول یا مثل یا مثال یا نفوس، حالا اسمش اگر نفوس نفسم که نباشه، بالاخره موجوداتی که قبل از این جهان طبیعت در مرتبه تنزل وجود داشتن، اینا دائما در حال قیامن ولی هیچ وقت خستگی نمیشوند، خستگی ندارن و خسته نمیشوند، دائما در حال صیامن ولی هیچگاه گرسنه نمیشوند، دائما در حال جهاد در راه خدای متعال هستند ولی اصلا یک لحظه خستگی ندارن و مانند اون، به خاطر اینکه اون چیزی که در عوالم قبل در عالم عقل و عالم مثال وجود دارد موافق با موجودات و موافق با طبع و ذات و هویت و حقیقت اون موجودات است، به گونه ای که هیچ گونه خستگی، کسالت، سستی و مانند اون ندارن، نه خواب دارن، نه بیخوابی دارن، نه خستگی دارن، نه مثلا مانند اون، هیچ کدوم از اینا رو ندارن. اما در جهان طبیعت این گونه نیست. در جهان طبیعت، در عالمی است که گرسنگی وجود دارد، تحمل سخت است، تشنگی وجود دارد، تحمل سخت است، غم و غصه و ناراحتی و بلا و مانند اونها وجود دارد، حالا کسی که به یک امری که نه تکلیف است، نه تنزیه است، نه توبیخ است، نه عذاب کردن است، هیچ کدوم از اینا ندارد، همچی که فهمیده است که خدای متعال چه میطلبد یا چه دوست دارد، بلافاصله انجام داده است، پیداست که این موجود بود خیلی کامل باشد، کامل تر از این موجود قابل تصور نیست. یعنی اگر خدای متعال هم نفرموده بود، انبیا و اولیا هم نفرموده بودند که این اشرف موجودات است، میتوانستیم بفهمیم این موجودی که تمام بلاهای عالم هستی رو به میل و انتخاب و اختیار خود پذیرفته است، فقط به خاطر اینکه حب الهی تعلق به ورودش در این جهان را فهمیده است یا حب الهی بدان تعلق گرفته است. خب بعد از این که فرمود که اقبل فاقبل ادبر فادبر است و مقال، سپس خدای متعال فرمود که و عزتی و جلالی، قسم های خدای متعال، میدونید که حالا حداقل در این قرآن رو ملاحظه میفرمایید، گاهی قسم ها، قسم های عادی عرفی، مثلا به جانم قسم، به بندگانم قسم، به سم اسب ها قسم، به خورشید قسم، به گرفتن خورشید، به باد قسم، به آب قسم، به مانند اینها، و شمس داره و تین داره و همینطور و نفسم و ما سواها، همین قسم ها اینجوری داره. این نوع قسم ها قسم های متعارف است برای تبیین عظمت و فخامت یک امر. وقتی میخواد یک امری رو به عنوان یک امر مهم و قابل توجه و فقیه معرفی کنه، قسم میخوره، برای اینکه یعنی توجه این گونه موارد که قسم میخورد، اما قسم حقیقی نیست، به خاطر اینکه تمام این موارد قسم به فعل است. خدای متعال قسم خورده است به فروتر از خودش، مثل اینه که مثلا کسی قسم بخورد بگه به کفشام قسم، به در و خونمون قسم، مثلا به جرابام قسم. خب پیداست که این گونه قسم ها فقط برای اینه که جلب توجه کنی، یعنی حواستون جمع باشه که نکته رو میخوام براتون بیان کنم. اما وقتی که قسم جدی باشه، گفته میشود که به جانم قسم،
به روحم قسم، به روانم قسم و مانند اینها، این قسمهای اینگونه که قسمهای به جلال خدای متعال هست. قسم به جمال هم خیلی معنا ندارد. قسمهای به جلال خدای متعال اینا قسمهای حقیقی است، یعنی حقیقت غیر قابل نقض و غیر قابل تکذیب و غیر قابل ابطالی رو میخواد بیان کند، که اگر کسی این حقیقت رو نپذیرد یا اگر کسی این حقیقت رو نفهمد به کمال خاص خودش نرسیده است. اگر نپذیرد خب پیداست که با امر خدای متعال مخالفت کرده، اما اگر نفهمدم به کمال خودش نرسیده است. در نتیجه هر جایی که دیدیم که خدای متعال قسم میخوره میگه و عزتی و جلالی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم به بزرگی و کبریاام، این یعنی قسم حقیقی است. قسم حقیقی نتیجه اینه که یعنی کمالی رو دارم براتون بیان میکنم، نکته براتون میگم که بفهمید، همه چیز رو فهمیدید، و اگر نفهمیدم هیچ چیز رو نفهمیدید، بفهمید به هر جایی می‌خواستین برسین رسیدید، و اگر نفهمیدم به هیچ جا نرسیدید، هیچ کمالی از کمالات به دست نیاوردید. خب بعد از این قسم خود اینه که ما خلقت و خلقن و احب و الی منک، من موجودی که محبوب تر از تو نزد من باشد نیافریدم. محبوب ترین موجود نزد خدای متعال همین عقل است که به یک تعبیر بهش گفت که این کار انجام بده، گفت چشم. این کار انجام نده، گفت چشم. به یک تعبیر بهش گفت که از عالم علم تنزل پیدا کن تا عوالم هستی شکل بگیرن، هم کمالات من ظاهر شود در مرتبه فعل، و هم فعل به نفع و سود یا به لذت و بهجت و سرور و مانند اونها برسن، و همچون مرتبه آخر فرمود که موجودی این چنینی که من هر چی میگم میگه چشم، بهش میگم برو ته چاه میگه چشم، بهش میگم این کار انجام بده میگه چشم، بهش میگم این کار انجام نده، هر چی میگم اصلا غیر از امر من چیزی رو نمیشناسد. این محبوب ترین مخلوقات است نزد من. ما خلقت و خلقن، هیچ موجودی بهتر از تو نیافریدم. این یک نکته. نکته دیگر این که این موجودی که اومده تو این جهان طبیعت، دیگه باز تو این جهان طبیعت بهترین موجود انسانه، بنابراین یا نفس انسان است یا قوه از قوای نفس انسان است، کالا عقل باشد، فهم باشد، معرفت، هر کدام که باشد، از این تفاوتی نداره. مهم اینه که این موجودی که در جهان طبیعت اومده در دار قوه و استعداد و اجمال و بتون و مانند اونها در اینجا قرار گرفته، در عالم غیبت در این جهان قرار گرفته، یعنی در حجاب‌های مختلف. خدای متعال می‌فرماید که اولا تو محبوب ترین خلق منی، این یک. دوم این که تو را در انسانی و موجودی تکمیل می‌کنم که اون محبوب ترین من باشد. ولا اکملت که الا فی من احب، عقلی که از اون عالم تنزل پیدا کرده است تا اسفل سافلین و در دار جهان طبیعت آمده است، این عقلی است که تسلیم خدای متعال هست، هم تکوینن و هم تشریعن. این عقل رو میگه من در کسی کاملش میکنم که او محبوب من باشد. بنابراین میتوان به سهولت با همین مقدماتی خدمتتون عرض کردم، میتونیم نتیجه بگیریم که عقلا محبوب خدای متعال هستند. هر کسی که عاقل‌تر باشد محبوب‌تر است. هر که عقلش دقیق‌تر و بیشتر بفهمد، بیشتر درک کند، از کم فهمی و نافهمی دورتر باشد، این بیشتر محبوب خدای متعال هست. قرب موجودات به خدای متعال به واسطه عقل اونهاست. البته عقلی که تسلیم خدای متعال باشد. وقتی این تسلیم بودن هم ملاحظه فرمودین، در جای دیگر هم به اشاره خدمتتون عرض کردم که تسلیم تکوین بودن یکی از مراتب عقل هست و نشان محبوبیت. یعنی تسلیم تکوین بودن یعنی به دنبال کشف قوانین حاکم بر عالم بودن، هم عالم طبیعت، هم عالم آخرت، هم عالم عقل. اینا قوانینی دارد، سنت‌هایی دارد که اینا تغییر ناپذیرند، تحویل ناپذیرند. تغییر و تحول در قوانین الهی در هر مرتبه از مراتب عالم ملازم با تغییر و تحول در ذات خدای متعال است، یعنی محال است. انتظار نداشته باشیم که قوانین عالم تغییر کند به خاطر اینکه مثلا ما زندگیمون چنین و چنان می‌شود، به خاطر اینکه یه روز گفتیم الله اکبر، یه روز گفتیم لا اله الا الله، و این لا اله الا الله همه عالم رو به تصرف کنین.
عقل آن است و عاقل و محبوب خدای متعال آن است که تسلیم قوانین طبیعت است، یعنی به دنبال کشف قوانین میگردد و به دو حرکت میکند و به دنبال راه‌های استخدام قوانین و منطبق کردن خود با قوانین و در اختیار قرار گرفتن قرار دادن قوانین حرکت میکنند، نه اینکه منتظر باشد در خیالات و تخیلات و توهماتش که ما بنشینیم. اون قوم بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن که تو و خدایت برو و با اون قوم و اون ملت بجنگ، نحنو هاهنا قائدون، ما اینجا میشینیم و میشینیم که خب مثلا اینکه نشینین چیکار میکنین؟ مقصودی که ما اینجا میشینیم از دور نگاهتون میکنیم، تشویقتون میکنیم، دعا میکنیم، براتون ذکر میگیم و مانند اینها. این که عاقل و محبوب خدای متعال کسی است که مطابق با قوانین عالم هستی کار کنه، نه اون که بنشیند و قوانین عالم هستی رو بخواد تغییرش بده و همه چیز در اختیار خودش قرار بده بدون اینکه کمترین جهاد و فعالیتی رو کرده باشد. این نکته خیلی مهمه که عقلا محبوب خدای متعال هستند. حالا این عبارت رو باز جای دیگه هم روایات دیگر و آیات دیگر رو هم بعد خدمتتون خواهم خوند، اون تعبیری رو که ملائک و فرشتگان در حضور خدای متعال گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اونها اهل تسبیح خدای متعال بودن، اهل تنزیه خدای متعال بودن، هیچ گونه خطایی نمی کردن، جای خراب نمی کردن، بدی نمی کردن، زشتی نمی کردن. خدای متعال فرمود که من خودم می دونم چی کار کردم، من می خوام عاقل بیافرینم که اگر قرار خراب کنه این خراب کردنش عاقلانه باشد، اگر می خواد درست کنه درست کردنه عاقلانه باشد. ولا اکملت که الا فی من احب، تا کسی رو من دوست نداشته باشم عقل بهش نمیدم، عقلش رو تکمیل نمی کنم. اما حالا بیام تو جهان طبیعت، اما اینی ایاک آمر و ایاک انها، یادت باشه، حواست باشه، تذکر، توجه، هشدار که من تمام دستوراتم فقط به توست. من به غضب دستوری ندارم، به شهوت دستور ندارم، به خیال دستور ندارم یا به وهم دستور ندارم، امر من فقط به عقل تعلق میگیرد. هر کسی که عاقل باشد متعلق امر خدای متعال یا مأمور به امر خدای متعال خواهد بود، اما کسی عقل نداشته باشد ولو وهم خیلی خوبی داشته باشد، ولو شعر خیلی خوب میگوید و خیال بسیار خوبی دارد، اونی که مأمور است، اون که مخاطب خدای متعال هست، عقل است و تعقل هست. و البته همچنون که امر و نهی من به تو تعلق میگیرد و به غیر تو تعلق نمیگیرد، اینم خدمتتون عرض کنم که تعلق امر و نهی به دیگر قوای وجودی انسان مانند قوه غضبیه، شهویه، خیال و هم شیطنت و مانند اینها همینو به تبع است. یعنی چون عقل وجود دارد و اینها هم زیر مجموعه عقل هستند، یا اینها هم از قوای عقل هستند و از اعضا و اندام عقل به حساب میان، اینا به تبع عقل مأمور هستند، اما به طور به تنهایی امری به اونها تعلق نمیگیرد، چنان که در مثلا به گیاهان امری تعلق نگرفته است، چنان که به حیوانات امری تعلق نگرفته است و مانند آن. و همچنان که امر و نهی متوجه توست، ایاک و عاقب و ایاک و ثیب. حالا که این گونه شد، اگر بخوام ثواب و پاداش بدهم فقط به تو میدهم، بقیه ریزخار سفره تو هستن، تمام قوای تو و تمام مملکت و قلمرو وجودی تو اینا ریزخار و سر سفره تو نشستن، سفره برای تو پهن میکنم، این عالم هستی را دار و آخرت رو برای تو پهن میکنم، اما دیگران و سایر قوا و خدمه و حشم تو و صدنه تو و خزانه تو، اینها می توانن که از کنار تو سود برن و به تبع تو سودمند می شوند. و اگر عقاب کنم و تنبیه کنم و عذاب کنم، قطعا و یقینا این عذاب هم به تو تعلق خواهد گرفت. و عذاب و عقابی که به عقل تعلق بگیرد، عذاب مناسب خودش خواهد بود. یکی از این دو هست، البته اولیش رو که میگم ابتدایی تر و سطحی تر است، و اون اینه که عقل رو که نمیشه کتکش زد، عقل رو که نمیشه که مثلا یه مش بهش زد یا ده تا ضربه تازیانش زد.
چون عقل و عقل موجود مجرد هست، موجودی است که مادی، مادیت، جسمانیت و مانند اونها ندارد، اون هویت و حقیقتی است که در مرتبه علم خدای متعال تنزل پیدا کرده، در اینجا همچنان هم به اون قداست خودش باقی میمونه. بنابراین نمیشه که از این تنبیه هایی که در دار طبیعت و دار جسم و مانند اون انجام میشود به او تعلق نمیگیرد. بنابراین باید یکی رو کتکش کنن که او درد بکشه. چنان که اگر سفره پهن کردند و غذا آوردند و خوردنی آشامیده برش آوردن، آشامیدنی ها و خوردنی های جهان طبیعت به او تعلق نمی گیرد، سفره برای یه نفر پهن می کنند که مورد توجه اوست. بنابراین ممکنه که در جاهایی مثلا قوه خیال را، قوه وهم را، غضب را، شهوت را، شیطنت را تنبیه کنند تا عقل متنبه بشود، تا او رنج بکشد، چون اینها از خدمه او، صدنه او یا از قوای او هستند. یا در برخی از موارد ممکن است بدن او را، این جسم و این اعضا و اندام جسمانی طبیعی را ممکن است که اذیت کنند، آزار دهند و مورد تنبیه قرار بدن تا او متوجه بشود، به خاطر اینکه با اینا ارتباط دارد، حالا اگه قوش نیست حداقل ابزار آلات بوده. این یک راهشه که حالا در حد یک توجیه، اما سخن دقیق اینه که عقل رو عقاب میکنن متناسب با خودش، چون موجود عقلانی و موجود غیر مادی است، عقابش هم عقلانی و غیر مادی است، ثواب و پاداشش هم همین گونه خواهد بود. این روایت اول. به دنبال این روایتی که حالا چون گفتیم که عقلا محبوب خدای متعال هستند و کسی که عقل داشته باشد محبوب خدای متعال است، انسان بی عقل و کسی که به فکر شناخت قوانین عالم هستی، قوانین طبیعت، قوانین عالم آخرت، قوانین علم، قوانین دین، قوانین تقوا و مانند اونها نباشد، این از محبوبیت خدای متعال به دور است. وقتی از محبوبیت دور باشد، مبغوضیت نصیب و روزیش خواهد شد و در نتیجه عقاب و سختی و گرفتاری نصیبش خواهد شد. یه جمله دیگه در روایت بعدی که خیلی توجه قابل توجه است، اونم خدمتتون عرض کنم و بحث امشب تمام، و اون اینه که همچنان که عقلا محبوب خدای متعال هستند، دینداران عالم هستی هم عاقلان هستند. یعنی هر که عقلش بیشتر دیندارتر هست. دینداری یعنی رعایت کردن قوانین عالم هستی، قوانین الهی در عالم هستی. حالا این قوانین ممکن مربوط به بدنمون باشه، ممکن مربوط به طبیعتمون باشه، ممکن مربوط به فضا باشد، یا ممکن مربوط به روانمون باشه، مربوط به روحمون باشه، مربوط به مراتب دیگر. عالم آخرت هم قانونمند است، حساب و کتاب دارن، چنان که بهشت و جهنم هم همین گونه است، چنان که قبلش عالم مثال و برزخ هم همین گونه است. این گونه نیست که دعوی سی چل کنن و بالاخره یه اتفاقی بیفتن. اتفاق در هیچ کجای عالم نیست، تصادف هم در هیچ کجای عالم نیست. یعنی نه فعلی بدون علت تام فاعلی انجام می شود، نه فعلی بدون علت تام غایی انجام می شود. هر فعلی که در عالم هستی، ولو یک ذره بسیار ریز، ولو یک غبار، اگر در عالم جابجا می شود، هم مبدا فاعلی تام دارد و هم مبدا غایی تام. یعنی این عالم یک مجموعه قوانینی است که حتی یه دونه از این قوانین هم استثناء پذیر نیستن. کسی محبوب خداست قطعا متدینم هست. در روایت بعدی ان علی علیه السلام امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود قال هبت جبرائیل، جبرائیل علیه السلام علی آدم علیه السلام، جبرائیل علیه السلام بر حضرت آدم نازل شد، فقال به حضرت آدم فرمود که یا آدم انی امرت و ان اخیرک واحدتا من ثلاث، من سه چیز رو برای برمغان آوردم، شما یکیشو خودت انتخاب کن، هر کدوم میخوای انتخاب کن. اون سه تا چیز بهش فرمود که فخترها، یکی از اینا رو انتخاب کن و ده اثنین، دو تاشون ولکم کار نداشته باش. فقال له آدم یا جبرائیل ما الثلاث، اون سه تا چیه؟ فقال جبرائیل علیه السلام فرمود العقل و الحیاء و دین، عقل، حیا و دینداری، این سه تا من برای تو عرضه کردم، حالا هر کدامش رو که میخوای یکیشو انتخاب کن. بر اساس اونی انتخاب میکنی، آینده تو رقم میخورد، دنیای تو، آخرت تو، سیر صعود و بازگشتت به عالم آخرت و قرب خدای متعال بر اساس اون رقم میخوره. فقال آدم علیه السلام انی قد اخترت العقل، من عقل رو انتخاب کردم. وقتی جبرائیل علیه السلام فرمود به حیا دین، گفت که خب شما سه تا رو آوردیم، یکیش قرار بود که ملازم حضرت آدم باشید، حضرت آدم هم خوش سلیقه عقل رو انتخاب کرد، شما دوتا برید انصرفا و دعاهو، برید دنبال کارتون و او رو رها کنید. فقال حیا و دین گفتن یا جبرائیل
انا امرنا ان نکون مع العقل، خدای متعال به ما امر کرده است که هر جایی که عقل بود شما همونجا بایستید. یعنی اگر آدم شما رو انتخاب میکرد عقل برمیگرد، شما هم میبایست برگردین. یعنی دین بدون عقل امکان پذیر نیست، حیا بدون عقل امکان پذیر نیست، فهم بدون عقل امکان پذیر نیست، رشد و ترقی و تکامل ظاهری و باطنی بدون عقل امکان پذیر نیست، عمران و آبادی دنیا و آخرت بدون عقل امکان پذیر نیست، قرب خدای متعال بدون عقل امکان پذیر نیست. این تعبیر رو که در برخی سخنان و عرفا وجود داره که میگن که عقل پایبند است و عقال است و دست و پاگیر است و پای استدلالیان چوبین بود، اون یکی از مراتب عقل مد نظرشون هست. وقتی گفته میشود که با این تعبیر رو که امروز گفتیم که عقل مراتب مختلفی دارد که هیچ کدام از اینها غافل از دیگری نیستن و هیچ کدام رو نمیشه رها کرد بدون اون دیگری، یا هیچ کدام نمیتوان عقص کرد بدون اون دیگری، یعنی یک حقیقت است که با اون مکاشفه داریم، با اون مشاهده داریم، با اون استدلال داریم، با اون شعر میسراییم، با اون توهم داریم و با اون شیطنت داریم و با اون غضب میکنیم، یک حقیقت بیشتر نیست. با این معنا هیچ کس توی مخالف نیست. با این معنا هر جا که عقل باشد دین است، هر جا که دین باشد تمام کمالات ممکن در عالم هستی، در طبیعت و فراتر از طبیعت وجود دارد. اگر عقل در جایی وجود داشته باشد قطعا و یقینا تعالیم دینی احتیاج به توجیه نخواهد داشت، همینقدر که امر خدای متعال است کفایت میکند. اگر عقل باشد یعنی بدانیم که خدای متعال بر اساس مصلحتی، بر اساس مفسده ای امری کرده است یا نهی کرده است، مصلحت اندیشی خدای متعال یا مفسده دانی خدای متعال آن اندازه هست که اگر همه عقول عالم هستی و همه فهمهای عالم هستی جمع بشون نمیتوانن آن اندازه حق مطلب و حق مطلب رو ادراک کنن. به تعبیر دیگر مصلحت اندیشی خدای متعال یا مفسده دانی خدای متعال هیچ گونه خطایی درش نیست. پس وقتی فرمود نماز بخوان، یعنی واجب است، قطعی است، ضروری است، کمالی مصلحتی در آن وجود دارد که بدون این نمیتوانی به دست بیاوری. اینو عقل میگه. یعنی لازم نیست که بگی که حالا اگر مثلا دستورات من را انجام ندادی، اگر محرمات را انجام دادی، اگر بی مبالات بودی، اگر بی احتیاط بودی، اگر در مشتبهات وارد شدی، لازم نیست که توبیخ کند، وعده و وعید بدهد، بگوید مثلا جهنمی میروی که چنین و چنان خواهد بود. ما همین اندازه که خدای متعال اگر عقل باشد همین اندازه که خدای متعال بفرماید که این حرام است، چون امر خدای متعال و نهی خدای متعال بدون مصلحت و مفسده اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه. یعنی یک مصلحتی وجود دارد که امر کرده است، یک مفسده‌ای وجود دارد در واقع که نهی کرده است. بنابراین اگر کسی عاقل باشد می‌داند که مصلحتی در این امر وجود دارد که جز از طریق اطاعت امر امکان پذیر نیست، مفسده‌ای در این نهی وجود دارد که بدون پرهیز و دوری از این نهی به آن دست یافتنش امکان پذیر نیست. و این گونه هم نیست که حالا این یکی رو با یکی دیگه حلش کنیم، این یکی رو با یکی دیگه جایگزینش کنیم. اگر انسان عاقل باشد میتواند بفهمد که اوامر و نواهی الهی بر اساس، بنیان، ریشه، رکن و اصل دارد و مبتنی بر حقایق و وقایع عینی و واقعی است. بر این اساس قطعا و یقینا دیندار هم خواهد بود، قطعا و یقینا واجب و حرام رو تشخیص میدهد. این گونه نیست که حالا اگر مثلا کسی گفتن که چاقو به دستش گرفته، بهش میگن که چاقو دستو میبره، میگه با توجه این حالی که من دارم حالا بریدم که برید، اصلا این گونه نیست. بله اگر کسی هیچ درکی نداشته باشد، جزء سفها باشد، جزء بلها باشد، جزء کسانی که عقل ندارن مجانین باشد، اون اصلا متعلق امر و نهی نیست. اما کسی که زندگی عادی و عرفی و طبیعی دارد، زندگیش به گونه ایست که کاملا دقیق حساب شده است، صبح میره سر کار، زور بر میگرده، وظائفش رو در محل کارش انجام میده یا حداقل وانمود میکنه که داره انجام میده، کسی که این گونه است یعنی آن اندازه عقل دارد که میتواند مخاطب امر و نهی الهی باشد. دیگه نیاز به این نیست که وعده بهش بدن که اگر کنی چنین شود، اگر نکنی چنان نشود، بلکه همین اندازه عقل کفایت میکند. ان امرنا ان نكون مع العقل حيث كان، ما خدای متعال ما دستور داده که ما همراه با عقل باشیم، هر جایی که عقل باشه ما هم هستیم. قال فشأنكما،
دیگه خودتون میدونید، به کار خودتون بپردازید، یعنی شما همراه عقل باشید. بنابراین هر جا که عقل باشد، حالا اینجا دو تا نمونه از کمالات را، حیا و دین را گفته است، در جای دیگر حکمت را، حلم را، عفو را، بزرگی را، صبر را، وقار را، همه اینها از نشانه های عقل است. هر جا که عقل باشد، تمام کمالات وجودی که انسان قابلیت دریافت اونها را دارن همراهش خواهد بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.